فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب مولانا بیننده دیگری در همین باب، یعنی در باب نماز تراویح، پرسیدن که سلام، حمید هستم، از مهاجرین افغان ساکن تهران، و فرمودن که آیا نماز تراویح بر ما واجب هست یا نه، چون نمیگذارن که ما بریم برای نماز جایی، حتی نماز جمعه رو ما رو نمیگذارن. حالا یک کمی اگر سوال عام‌تر بکنیم برای عزیزانی که دسترسی ندارن به جایی برای نماز تراویح خواندن، مسجد، حالا اینجا مرادشون مسجد هست بیشتر، چه برادرانی که در شهرهای زندگی میکنن که متاسفانه اهل سنت مسجد ندارن، و یا خواهرانی که شاید توانایی رفتن به مسجد نداشته باشن، آیا واجب هست خواندن نماز تراویح برای این عزیزان؟ اصل این نماز به صورت کلی حکمش حکم وجوب نیست، یعنی در حد فرض بودن روزه ماه مبارک رمضان نیست. شاید بسیاری این تصور رو بکنن چون که قیام رمضان همراه با صیام رمضان هست، شاید حکمشون هم یکی باشن. روزه ماه مبارک رمضان فرض هست و یکی از ارکان اسلام هست، اما قیام رمضان یعنی خواندن نماز تراویح در شبهای رمضان، این سنت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو مسنون قرار دادن و خودشون عملا هم این نماز رو انجام دادن و با جماعت خوندن. پس بنابراین اصل این نماز سنت هست و هیچ گونه وجوبی رو بر هیچ شخصی رو نداره و یک گونه ترغیب و تشویقی هست که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده و هیچ گونه ارتباطی و دخلی رو در روزه ماه مبارک رمضان ندارد. اینا دو حکم کاملا جداگانه هستند و اساسا این هست، اگر شخصی میتواند واقعا این قدرت رو دارد که به مسجد برود و با جماعت این نماز رو بخواند، اهم از زنها یا مردان بهتر و اولاتر هست که این نماز رو در مسجد همراه با جماعت مسلمانان ادا بکنند. اما اگر کسی به خاطر شغلی که دارد، به خاطر کاری که دارد و مشغولیتی که دارد نمیتواند به مسجد برود، هیچ گونه اشکالی ندارد، میتواند به صورت فرادا این نماز رو بخواند، یا این که چند نفری که در منزل هستند، ولی این که دو نفر یا سه نفر باشند، میتونن در منزلی که سکونت دارن اونجا، ولی این که مسجدی هم نباشد، میتونن در اونجا نماز رو با جماعت بخونن. اگر به هیچ صورت امکان جماعت نبود، به صورت فردا و تنها خوندن این نماز هم هیچ گونه اشکالی رو ندارد و انشالله مشمول این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار خواهند گرفت که هر کسی که ماه رمضان را قیام بکند، شبهایش را با عبادت سپری بکند، گناهان گذشتهش را الله متعال انشاءالله معاف می‌سازد.